یکی از معروفترین قربانی هایی که خدا در کلامش به ما یاد داده قربانی اطاعت کردنه، نه قربانی گاو و گوسفند و گوساله. میدونین چرا؟ گوش بده. تا حالا از خودتون سوال کردین که خب خدایی که اینقدر قدرت داره، آسمون و زمین رو آفریده، همه حیوانات و انسان رو، همه چی رو آفریده، آخه خدا چرا باید از انسان بخواد که براش قربانی داده بشه؟ البته قربانی تا قبل از اومدن عیسی مسیح بود. وقتی عیسی اومد دیگه قربانی قدغن شد، چون عیسی نهایت قربانی بود که انسان میتونست به خدا تقدیم بکنه. به خاطر گناهان بشر عیسی رفت روی صلیب و قربانی شد. قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد مردم میرفتن دعا میکردن، نذر میکردن و گوسفند و گاو و هر چی که میتونستن سلاخی میکردن، قربانی میکردن روی مذبح برای خدا. ببینید چرا خدا این قربانی رو معین کرد؟ آیا خدا از بوی کباب خوشش میاد؟ اهمیت میده؟ خوشش میاد که شما بری سر یه حیوان رو ببری و خونش رو بپاشی جلوی بچه ها؟ خدا اجازه قربانی رو داد چون گاو و گوسفند و کبوتر و چیزایی که مردم میتونستن به عنوان غذا استفاده بکنن، این چیزا در زمانهای قدیم خیلی کمیاب بود و کسی که مطابق وسع مالیش میرفت و قربانی میداد، یعنی واقعا فداکاری کرده، اینقدر داره به خدا احترام میذاره، چیزی که براش با ارزش هست که اون موقع داشتن، گفتم، حیوان، گوسفند، گاو، هر نوع از این چارپایان براشون مهم بود. و اگر اینا میرفتن به یکی از اینا رو قربانی خدا میکردن، نه به خاطر اینکه خدا خون رو دوست داره یا نمیدونم بوی کباب رو دوست داره، نه، میخواست ببینه که اینها چطور اون چیزی که براشون ارزش داره برای خدا قربانی میکنن. به همین دلیل بود خدا به ابراهیم گفت برو اسحاق رو برای من قربانی بکن، برای اینکه ابراهیم و سارا اسحاق رو به حد پرستش دوست داشتن.